خطا نبود اگر در قلب تاریخ شهیدستان نویسم نام میهن. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من یک آیه از کلام الهی را میخوانم و بعد یک خاطره از لیسه عبدالرحیم شهید برتان میگویم. قصدی سخن گفتن و سخنرانی نداشتم، برای از اینکه دل ما درد داره، قلب ما درد داره. قرآن کریم می فرماید: و ایذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. آنگاه پرسیده می شود که با کدامین جرم کشته شده، آنگاه پرسیده می شود که با کدامین گناه کشته شده. این کودکان معصوم، این فرشته ها چه گناهی داشتن؟ مگر جرمشان آموزش، معرفت، آگاهی و بیداری؟ من زمانی که خبرها را دنبال می کردم، اونجا یک حادثه دلخراش و سهمناک قلب هر مادری، قلب هر پدری را پاره پاره می سازه. نویست که یک مادر سی طفل شمس امان از دست می ده. خانمی حکایت میکرد: در جنبش روشنایی شوهرم را از دست دادم، در حادثه دیگری برادرم را از دست دادم، و این بار فرزندم را. این غایله را چه وقت پایان است؟ مگر ما برای کشتن و برای خفتن بر زمین بسم الله خلق شده ایم تا بمیریم و کشته شویم؟ گناه ما همین است که درس بیاموزیم، جنگی ظلمت و تاریکی ها می رویم. از لیسه عبدالرحیم شهید، یکی از لیسه های معروف شهر کابل در غرب شهر کابل است. من زمانی که در پایان‌نامه ماستریم تحقیق داشتم در ارتباط با نقش ناظران آموزشی، وقتی من می رفتم به لیسه آصف ماهیل و بعدش به لیسه عبدالرحیم شهید، زمانی که با مدیر لیسه رفتم و قرار بود که پرسشنامه ها را توضیح بکنم، بعد گفتش نودی بودیانم من رخداد و پرسیدم که تعداد دانش آموزای ما به چی مقدار است از شما؟ گفت ما حدوداً 27,000 دانش آموز داریم. 27,000 دانش آموز، یک آمار بسیار بلند. بعد گفت این دانش آموزا میدانید چگونه هستن؟ همه این دانش آموزا خودشان نسبی فضای مکتب را خودشان با عهده دارن، مسئولیت نظمی دیسپلین مکتب را خودشان با عهده دارن. این نماینگری چیست؟ نماینگری فهم و خیرد و معرفت و آگاهی و بیداری است. گفت میدانی نمای خیرخواه، من امسال 1400 دانش آموز فارغ دادیم، از میان 1400 نفر 14 نفری ما بی‌نتیجه مانده، بقیه همه در بهترین دانشگاه ها راه یافتن. حالا شما بیاین تأمل بکنین، بیندیشین که دشمن چی جایی را هدف قرار میده، چگونه هدف قرار میده، پشت صحنه این قضایا کیست، دست پنهانی هست یا نیست. مگر این همه قضایا چرا پنهان میمانه؟ کسی نیست که اینا را بشکافه، بازگو بکنه به نسل آگاه و بیداری که اینجا درس میخونن. امروز همه ما مسافر و مهاجر درد میکشن، رنج میکشن، حواسمان پرت است. بسیار بلند است. از یک مرکز آموزشی بودی 1400 نفر بهترین جوان فارغ میشه و در بهترین دانشگاه، ولی دشمن امروز میاید بهترین جا و مکان روشنگری و بیداری هم که مرکز امیدی مردمی افغانستان است، از اینجا انجینیران، دکتران، متخصصان، جامعه شناسان، حقوقدانان بزرگی فارغ میشه. این دشمن از کجا آب میخوره؟ این قضایا کیست؟ کسی هست برای ما پاسخ بگوید؟ اگر دیروزی ها تحت عنوان جمهوریت به ما دروغ میگفتن، تقبیح میکردن، محکوم میکردن، امروز کسانی دیگری آمدن بر مسند و سکوی قدرت استادن، اینا چه پاسخی برای ما دارن؟ امروز اگر برادران و خواهران من در خوست و کنر کشته میشون و بسم الله به زمین میغلطن، اگر خواهران و برادران عزیز من و کودکان معصوم در مرکز آموزشی ممتاز لیسه عبدالرحیم شهید به خاک خون می‌رفتند، پاسخ این همه کی؟
چه فاجعه خونبار و دردبار است. من عمیقا متاثرم حضور یک و یک شما برادرای عزیز که درد دارین، دغدغه های درونی تا درد هایتون بگفتن است. حضور شما و از جانب شما به خانواده های داغدار افغانستان و مادرانی که فرزندان عزیزشان از دست دادن و در این شبهای مبارک خون میگرین از این تسلیت دارم. از خدای کریم تمنا میکنیم که به حال مردمی ما رحم کن. الهی رایگان مگذار ما را به دست این و آن، مگذار ما را کرم پروردگانیم ای خداوند و لطفی دیگران مگذار ما را. سلام علیکم.